دنیای کتاب صوتی، توطئه قتل نادرشاه. قبل از قتل نادرشاه، برادرزاده اش علی قلی میرزا حکمران سیستان و مضافات آن بود و محصلین مالیات برای سیستان و مضافات 150,000 نادری مالیات تعیین کرده بودند و آن مبلغ را از علی قلی میرزا خواستند. علی قلی میرزا با اینکه مردی متکبر و خودخواه بود، به اتکای اینکه نادرشاه عمویش می باشد و او می تواند از وی بخواهد که آن مالیات را تخفیف بدهد، نامه ای به عمو نوشت و در آن گفت: امسال وضع محصول سیستان و مضافات بد بود و زارعین از عهده پرداخت 150,000 نادری بر نمی آمدن و بهترین است که وی آن مبلغ را به 50,000 نادری تخفیف بدهد. نادرشاه در جواب برادرزاده اش نامه ای تو نوشت و گفت: آیا تو اینقدر جسور شده ای که بر مالیاتی که از طرف محصلین من وضع شده است ایراد می گیری؟ و اگر بیدرن 150,000 نادری را به محصلین مالیات پرداختی و مفاسا حساب گرفتی هیچ، وگرنه تو و مردم سیستان سر را از دست خواهید داد. علی قلی میرزا گرفتار محظوری شد که 4 سال قبل از آن تاریخ محمد حسن خان رئیس طائفه اشاقباش برای رفع آن محظور به حضورش رسید و او با نخوت و آنگاه خشونت و دشنام او را از بارگاه خود راند. برادرزاده نادرشاه که از وضع سیستان و مضافاتش مطلع بود می دانست که وی اگر تمام زار این را به قتل برساند، نمی تواند 150,000 نادری فراهم کند و از طرف دیگر می دانست که دستور نادرشاه در مورد مالیات باید اجرا شود و اگر خود نادر پرداخت کنندگان مالیات را نبخشاید، محصلین مالیات آنچه را که به ثبت رسانده اند از پرداخت کنندگان دریافت خواهند کرد و هرگاه حاکم محل به طرفداری از پرداخت کنندگان برخیزد، سرش را خواهند برید. علی قلی میرزا می دانست که اگر 150,000 نادری را فراهم نکند و به محصلین مالیات ندهد، به قتل خواهد رسید و لذا از مأمورین وصول مالیات 10 روز مهلت خواست و آنگاه بدون اطلاع آنها به راه افتاد و خود را به مشهد، یعنی پای تخت ایران، رسانید. از لحظه ای که علی قلی میرزا از سیستان به راه افتاد، منظورش کشتن نادرشاه بود و روز و شب بدون درنگ و استراحت راه پیمود و بعد از 5 روز خود را به مشهد رسانید و معلوم است که روز و شب در راه اسب عوض می کرده است. از سیستان تا مشهد 1,080 کیلومتر راه بود و علی قلی میرزا برای اینکه 5 روز خود را به مشهد برساند، در هر شبان روز 216 کیلومتر راه را طی نمود و به طور متوسط ساعتی 9 کیلومتر. در آن موقع 1,080 کیلومتر راهی طولانی بود و هر کس نمی توانست آن مسافت را در 5 شبانه روز طی کند و خود را به مشهد برساند. وقتی علی قلی میرزا به مشهد رسید، شنید که نادرشاه به طرف قوچان رفته و از آنجا به کلات برود و گنج خود را که در کلات قرار داشت از نظر بگذراند. علی قلی میرزا قبل از اینکه از سیستان به راه بیفتد، با عده‌ای از درباری‌های نادرشاه هم دست شده بود و آنها فکر قتل نادرشاه را کرده بودند.
وقتی علی قلی میرزا به مشهد رسید، با اینکه مدت 5 شبانه روز بر پشت زین اسب نشسته بود، بیش از 4 ساعت استراحت نکرد و ناشناس به راه افتاد و خود را به اردوی نادرشاه که در فتح آباد قوچان اتراق نموده بود رسانید، اما وارد اردو نشد، بلکه به دوستان و همدستانش اطلاع داد که در خارج اردو، یعنی در بیابان، به او ملحق شوند و آنها 4 نفر بودند به این اسم: صالح بیک افشار، محمد بیک قاجار ایروانی، موسی بیک افشار، قوچ بیک افشار اورموی. و به طوری که بعداً معلوم گردید، هر یک از این 4 نفر هم همدستانی داشتند و سران توطئه آن 4 تن بودند. علی قلی میرزا روز شنبه 14 ماه جمادی‌الثانی سال 1160 هجری قمری آن 4 نفر را در خارج از اردوی نادری در بیابان دید و گفت که همین امشب کار را باید تمام کرد و من 5 روز خود را از سیستان به مشهد و از آنجا به اینجا رسانیدم که به شما بگویم تأخیر جایز نیست، چون اگر شما امشب کار را یکسره نکنید، فردا نادر وارد قوچان خواهد شد و در ارک آنجا سکونت می کند و دیگر دست شما به او نمی رسد. صالح بیک افشار گفت: ما در راه بین قوچان و کلات هم فرصت داریم که کار را یکسره کنیم. علی قلی میرزا گفت: نه، برای اینکه تا آن موقع نادر از حضور من در این حدود مطلع خواهد شد و خواهد فهمید که نیم کاسه ای در زیر کاسه هست و احتیاط را برای محافظت خود بیشتر خواهد نمود. من از سیستان تا اینجا مثل باد حرکت کرده ام و سعی نمودم که هیچ کس از من جلو نیفتد و کوشیدم کسی مرا نشناسد، ولی در بعضی از 4 پاخانه‌ها برای اینکه زود اسب مرا عوض کنند ناچار بودم که خود را معرفی کنم و برخی از رؤسای 4 پاخانه‌ها هم مرا شناختند و در مشهد هم بدون تردید مرا شناختند. لذا عزیمت من از سیستان و ورودم به مشهد اگر فردا به دست نادر نرسد، پس فردا خواهد رسید و دیگر کاری از ما ساخته نخواهد. من امیدوارم که فردا نادر از آمدن من به اینجا مطلع نشود، ولی به طوری که می دانید فردا او در ارک قوچان سکونت خواهد کرد و دست ما به او نمی رسد و بعد از آن هم خواهد فهمید که من به اینجا آمدم. قوچ بیک افشار اورموی گفت: در این صورت امشب آمدن به اردوگاه خطرناک است. علی قلی میرزا گفت: من به اردوگاه نمی آیم، چون در آنجا همه مرا می شناسند و بیدرنگ نادر را از ورود من مطلع می کنند. آن 4 نفر گفته ی علی قلی میرزا را تصدیق کردند و برادرزاده نادر گفت: اگر شما امشب کار را یکسره نکنید، دیگر نخواهید توانست به مقصود خود برسید. بعد علی قلی میرزا که می دانست 2 نفر از آن 4 نفر از افسران ارشد، یعنی مستحفظین مخصوص نادرشاه هستند، پرسید: امشب کشی که فرماندهی قراولان خاصه با کیست؟ قوچ بیک افشار اورموی گفت: با من است. علی قلی میرزا گفت: در این صورت شما می توانید خود را به سهولت به خیمه نادر برسانید و آیا می توانید بفهمید که امشب کدام یک از زنهای نادر در خیمه اش به سر خواهد برد؟ علی قلی میرزا می دانست که نادرشاه در سفرهای جنگی با خود زن نمی برد،
ولی آن سفر یک سفر تفریحی بود، نه جنگی، و لذا نادرشاه چند تن از زنهای خود را با خویش برده بود. محمد بیک قاجار ایروانی گفت: از وقتی که از مشهد حرکت کرده ایم، هر شب ستاره زن عیسویش در خیمه او به سر می برد و شاید امشب هم ستاره در آنجا بخوابد. علی قلی میرزا گفت: وقتی وارد خیمه او شدید، ملاحظه زنش را نکنید و حمله نمایید و بدانید که نادرشاه هفت جان دارد و به سهولت کشته نخواهد شد و تا سرش را از بدنش جدا ننمایید نخواهد مرد. قوچه بیک افشار گفت: ولی اشکال بزرگ وارد شدن به خیمه اوست. علی قلی میرزا گفت: برای تو که امشب فرمانده قراولان خاص هستی، وارد شدن به خیمه‌اش اشکالی ندارد و می توانی به سهولت دیگران را با خود ببری. قوچه بیک افشار ارموی گفت: این طور نیست، وگرچه من می توانم همراهان خود را تا پشت خیمه نادر ببرم، اما در آنجا فقط من که افسر کشی که قراولان خاصه باشد می تواند به خیمه نادرشاه نزدیک شود و اجازه ورود ندارد مگر اینکه بانگ بزند و خود را معرفی کند و نادر از درون خیمه جواب بدهد و به او بگوید که وارد خیمه شود. در غیر آن صورت نگهبانانی که اطراف خیمه هستند از ورود او ممانعت خواهند کرد ولو افسر کشی که خودشان باشد. علی قلی میرزا گفت: در گذشته اینطور نبود. قوچه بیک افشار گفت: ولی مدتی است که این گونه شده است. علی قلی میرزا پرسید: اطراف خیمه چند نگهبان وجود دارد؟ قوچه بیک افشار گفت: چهار نفر، یک نفر در هر یک از جهات چهار گانه خیمه. علی قلی میرزا گفت: آن چهار نفر را به قتل برسانید و وارد خیمه شوید. آن چهار نفر قائل شدند که برای ورود به خیمه نادرشاه ناگزیر باید چهار نگهبان را که در چهار طرف خیمه نادر پاسبانی می کنند به قتل رسانید. و علی قلی میرزا گفت: این کار را باید خود شما انجام دهید و به همراهان خود محول ننمایید، چون اگر به همراهان واگذارید آنها ممکن است گرفتار وحشت شوند و نتوانند با یک ضربت چهار نگهبان را از پا در آورند و به خصوص مانع از این شوند که فریاد بزنند. هر یک از شما باید قبل از براه افتادن مشخص نماید که نگهبان کدام طرف را باید به قتل برسانید و بدانید که نگهبانان باید با یک ضربت کارد که بر حلقومش وارد می آید بی صدا شود. وارد آوردن ضربت بر حلقوم نگهبان برای ما یک مسئله حیاتی است، چون اگر حلقوم قراول با یک ضربت کارد قطع نگردد و جای دیگرش مورد اصابت قرار بگیرد، فریاد خواهد کشید که از یک طرف نادر را از خواب بیدار می کند و از طرف دیگر تمام قراولان خاصه متوجه می شوند و به سوی خیمه نادر به حرکت در خواهند افتاد. شما می دانید که نادر در مواقع فوق‌العاده نعره می زند و اگر بر اثر فریاد یک نگهبان از خواب بیدار شود، متوجه خطر خواهد شد و نعره خواهد زد و خفتگان اردوگاه از خواب بیدار می شوند و به کمک نادر می شتابند. پس باید هر چهار نگهبان که اطراف خیمه نادر هستند با یک ضربت کارد که بر حلقوم آنها وارد می آید کشته شوند که نتوانند فریاد بزنند و همین که حلقومشان بریده شد از صدا می افتند. قوچه بیک افشار ارموی
و محمد بیک قاجار ایروانی و صالح بیک افشار و موسی بیک افشار تعهد کردند که عمل قتل چهار نگهبان را خود بر عهده بگیرند و به همراهان خود واگذار ننمایند. علی قلی میرزا گفت: بعد از اینکه نگهبانها را از پا درآوردید، وارد خیمه نادر شوید و بعید نیست که وی از خواب بیدار شود، زیرا نادر خوابش سبک است و شاید در صدد برآید با وعده دادن و تطمیع شما را از قتل خود منصرف کند، ولی شما نباید به او مجال تکلم بدهید و همین که وارد خیمه شدید او را به قتل برسانید. شما نادر را می شناسید و می دانید که اگر او پس از دیدن شما زنده بماند، هیچ یک از شما فردا زنده نخواهد بود و اگر به شما ترحم کند، به جلادان خود خواهد گفت سرتان را از بدن جدا نماید، وگرنه دستور می دهد که شما را زنده بسوزاند. وقتی نادر را از پا درآوردید، سرش را از بدن جدا کنید تا اطمینان حاصل شود که او مرده است و دیگر زنده نخواهد شد. آن چهار نفر گفتند: سرش را خواهیم برید. و بعد قوچ بیک افشار ارموی گفت: موافقت ما با کشتن نادر ناشی از این است که دیگر به جان آمده ایم. ما می دانیم که این مرد ما را خواهد کشت، یا دو چشم ما را از کاسه بیرون خواهد آورد، یا اینکه میل به چشم ما خواهد کشید. ولی با اینکه از ترس جان خود این مرد را به قتل می رسانیم، باید بدانیم که بعد از کشتن او وضع ما چگونه خواهد شد. آیا ما را خواهند کشت یا زنده خواهیم ماند و اجر زحمت را دریافت خواهیم کرد؟ علی قلی میرزا پرسید: برای چه فکر می کنید که بعد از کشتن نادر شما را خواهند کشت؟ قوچ بیک گفت: برای اینکه بعد از قتل نادر ممکن است که یکی از فرزندان او به سلطنت برسد و فرزند نادر ما را به جرم قتل پدرش خواهد کشت. علی قلی میرزا گفت: شما می دانید که پسر ارشد نادر شاه رضا قلی میرزا کور است و نمی تواند به سلطنت برسد. قوچ بیک گفت: رضا قلی میرزا پسر منحصر به فرد نادر نیست و او پسران دیگر هم دارد که اینک در کلات هستند. علی قلی میرزا گفت: اگر ما می‌خواستیم که بعد از نادر یکی از پسران او را به سلطنت برسانیم، چرا تصمیم می‌گیریم که نادر را نابود کنیم؟ قوچ بیک گفت: ما این تصمیم را نداریم، اما مردم ممکن است بگویند که بعد از نادر باید یکی از پسرانش پادشاه ایران شود. علی قلی میرزا گفت: قبول مسئولیت این موضوع با من است و من به شما قول می دهم که بعد از اینکه نادر کشته شود، مردم ایران نخواهند گفت که یکی از پسران نادر باید به سلطنت برسد. موسی بیک افشار گفت: ای شاهزاده، مردم امروز گرچه از ستم نادر به جان آمده ان، ولی بعد از مرگش خدمات او را به خاطر خواهند آورد و متوجه می شوند که نادرشاه تمام قفقاز را تا دامنه کوه قاف و تمام بین النهرین و قسمتی از عربستان و تمام افغانستان و تمام ماوراء النهر را تا شمال رود جیهون و تمام هندوستان غربی را تا سرچشمه های رود سند جزو خاک ایران کرد، و بعد از خاطر آوردن این خدمات ممکن است بگویند که یکی از پسرهای نادر باید جای او را بگیرد. علی قلی میرزا گفت: من کاری می کنم که ملت ایران در صدد بر نیاین که بگویند که یکی از پسرهای نادر باید به سلطنت برسد. موسی بیک افشار پرسید: آیا ممکن است بدانیم آن کار چیست؟ علی قلی میرزا گفت:
آن کار عبارت از قطع شجره نسل نادر به طور مطلق و وقتی کسی از اولاد نادر باقی نماند، ملت ایران نخواهند توانست بگویند که باید یکی از فرزندان نادرشاه به جای پدرش سلطنت کند. هیچ یک از آن چهار نفر بر روی خود نیاوردند که گفته علی قلی میرزا در مورد پسر عموها و دختر عموهایش چه معنی می‌دهد، چون آنها در فکر خود بودند و می‌اندیشیدند که بعد از کشتن نادر دچار انتقام فرزندانش نشوند. قوچه بیک افشار اورموی گفت: اینک باید فهمید که بعد از خاتمه کار نادر به ما چه میرسد. علی قلی میرزا گفت: در کلات 200 کرور پول نقد و جواهر است و آن را بین خود تقسیم میکنیم و به هر یک از ما 40 کرور میرسد و البته باید قدری از آن را به همراهان و اطرافیان خود بدهید، محاذا برای هر یک از شما آنقدر باقی خواهد ماند که تا 10 نسل دیگر فرزندان شما غنی خواهند بود. نتیجه مذاکرات آن 5 نفر این شد که بعد از قتل نادرشاه، علی قلی میرزا برادرزاده اش تاج سلطنت بر سر خواهد گذاشت و آن 4 نفر با همراهان و اطرافیان خود از وی اطاعت خواهند کرد و علی قلی میرزا بعد از تقسیم پول و جواهر نادر بین آن 4 نفر و خود، هر یک از آنها را ولی یکی از ایالات بزرگ ایران خواهد نمود. با اینکه عمرای 4گانه‌ای که اسمشان برده شد از بیم جان خود قصد داشتن نادرشاه را به قتل برسانند، باز علی قلی میرزا با عهده گرفتن ریاست توطئه دست به یک قمار خطرناک زده بود و همانطور که خود گفت، اگر نادر میفهمید که او بدون پرداخت مالیات از سیستان به راه افتاده است و خود را به آنجا رسانیده، به قتلش میرسانید یا مجهولش میکرد، یعنی او را از 2 چشم نابینا مینمود. او که از مدتی قبل از آن روز قصد جان نادر را کرده بود، از بیم جان خود به آن کار خطرناک دست زد، چون میدانست که هرگاه 150,000 نادری مبلغ مالیات را نپردازد به قتل خواهد رسید. با اینکه آن 4 نفر از عمرای برجسته قشون نادر بودند، اگر یکی از آنها فرمانده قراولان خاصه به شمار نمی آمد، نمی توانستند هنگام شب خود را به خیمه نادر برسانند. اردوگاه نادر با وضع و ترتیب مخصوص برپا می شد و در قسمتی از آن اردوگاه که جای نادر بود، خیمه ها را طوری افراشته بودند که هیچ کس نمی توانست با غافلگیری خود را به خیمه نادرشاه برساند و نگهبانان مانع از پیشرفت او می شدند. قوچه بیک چون در آن شب افسر کشی که قراولان خاصه بود، می توانست تا پشت خیمه نادر برود و عده‌ای را با خود ببرد، اما ورودش به خیمه نادر به طوری که گفتیم وابسته به این بود که خود نادر اجازه ورود را با صدای خیش بدهد. نادرشاه در بعضی شبها برخی از عمرا را احضار می کرد و آنها پیوسته به اتفاق افسر کشیک قراولان خاصه از قرارگاه نادر عبور می کردند تا اینکه به خیمه اش می رسیدند. پزشک نادر که یک اروپایی بود، نقشه دقیق قرارگاه نادر را در سفرهای عادی و جنگی کشیده و به جا گذاشته و از روی آن نقشه می توان فهمید که وضع قرارگاه طوری بوده است که هیچ کس نمی توانسته بدون راهنما از قرارگاه بگذرد و در غیر آن صورت قدم به قدم با نگهبانان مواجهه می شده است.
روز 14 ماه جمادی الثانی سال 1160 هجری قمری مطابق با سال 1747 میلادی غروب کرد و آن موقع هنوز فصل بهار منقضی نشده بود و از صحرا بوی علف و گل به مشام می رسید. بعد از اینکه هوا تاریک شد خیمه نادر را با لاله‌های متعدد روشن کردند و بعد از ساعتی به او اطلاع دادند که در خیمه سفره‌خانه سفره گسترده شده و شام پادشاه ایران آماده گردیده است. نادر حرکتی کرد که برخیزد و به سوی خیمه سفره‌خانه برود و در همان لحظه به او اطلاع دادند که پیکی از مشهد رسیده است و نامه‌ای از حکمران مشهد دارد و می‌گوید که نامه را باید به دست ذی‌الله بدهد. نادر اجازه داد که پیک بیاید و پیک غبارآلود بعد از اینکه نادرشاه را دید به خاک افتاد و بعد از برخاستن نامه‌ای از جیب خود بیرون آورد و با دو دست به پادشاه ایران تقدیم کرد و با حرکت قهقرایی از خیمه خارج شد. نادرشاه در جوانی تحصیل نکرده بود و سواد نداشت و بعد از اینکه در دوره شاه طهماسب ثانی یعنی آخرین پادشاه صفویه بعد از شاه سلطان حسین فرمانده قشون او شد، دریافت که احتیاج به خواندن و نوشتن دارد و در صدد تحصیل برآمد. اما مسافرت ها و جنگ ها به او مجال نمی داد که به طور مرتب تحصیل نماید. وانگهی استادانش می خواستند مردی چون نادر را طبق اسلوبی که در مکتب خانه ها به کودکان می آموزند دارای سواد کنند. نادر نمی توانست خواندن و نوشتن را مانند کودکان در مکتب خانه ها فرا بگیرد و به همین جهت نسبت به تحصیل ابراز رغبت نمی کرد. تا اینکه میرزا مهدی استرابادی که مردی بود با استعداد و مبتکر وارد خدمت نادرشاه شد و او برای باسواد کردن آن مرد بزرگ روشی را اختراع نمود که امروز به اسم روش سمعی و بصری خوانده می شود و در اکثر کشورها متداول شده است. به طوری که می دانیم اساس روش مزبور این است که به جای تعلیم دادن الفبا به مبتدی، کلمات و جملات را به او تعلیم می دهند و مبتدی از اولین روز تحصیل خود شروع به خواندن و نوشتن کلمات و جملات می کند. و میرزا مهدی استرابادی را باید مبتکر روش آموزش سمعی و بصری دانست. میرزا مهدی استرابادی که خطی خوش داشت کلمات و جملاتی را با خط خوش و درشت و روشن می نوشت و مقابل نادر می گذاشت و هم او به طوری مؤثر قلم به دست نادر می داد و آن پادشاه بزرگ را وادار به نوشتن می نمود. نادر که باهوش هم بود وقتی متوجه شد که پیشرفت می کند تشویق گردید و نزد میرزا مهدی استرابادی به تحصیل ادامه داد. نادر شاه آنقدر خواند و نوشت تا اینکه توانست نامه هایی را که با خط درشت و واضح نوشته می شوند بخواند. امرا و حکام ایران می دانستند نامه ای که باید به دست خود نادر برسد و او را بخواند می باید دارای خط درشت و واضح باشد. راز تقریب میرزا مهدی استرابادی در دستگاه نادرشاه نیز همین بود که وی استاد نادر به شمار می آمد و نادر به او می گفت: چون تو معلم من هستی نزد من منزلت داری،
و میرزا مهدی استرابادی تظاهر نمی کرد که وی معلم نادر می باشد و حتی در تاریخی که راجب نادرشاه نوشته این موضوع را ذکر نکرده است. تعالیم میرزا مهدی استرابادی نادر را دارای طبع شعر گویی هم کرد و این بیت شعر که سجع مهر نادر بود از طرف خود پادشاه ایران سروده شده است. نگین دولت و دین چون که رفته بود از جا، به نام نامی نادر قرار داد خدا. در دوره‌ای که خوی نادر تغییر نکرده، خون ریز نشده بود و به بعضی از شعرا که برای شعر می‌خواندن سله می‌داد و چون اشعارشان را می‌فهمید لذت می‌برد. در هر حال نادر که عازم رفتن به سفره‌خانه بود، بعد از دریافت نامه توقف کرد و نامه را که با خط واضح نوشته شده بود خواند. حاکم مشهد در آن نامه به پادشاه اطلاع می داد که علی قلی میرزا را در مشهد دیده اند و وقتی خواسته اند او را پیدا کنند ناپدید گردیده است. تمام عمرای ایران از جمله حکام مشهد می دانستند که علی قلی میرزا برادرزاده نادر مغضوب است و به همین جهت پادشاه ایران او را که زمانی نایب السلطنه بود حاکم سیستان کرده و حکومت سیستان برای مردی چون علی قلی میرزا مجازات به شمار می آمد و اشخاص کوچکتر از وی حکومت ایالات بزرگ ایران را داشتند. علی قلی میرزا به موجب حکم نادر مجاز نبود که از سیستان خارج شود و اجازه نداشت که به حضور پادشاه ایران برسد و نادر برایش پیغامی فرستاده بود که اگر تو به حضور من برسی و مرا ببینی تو را از دو چشم نابینا خواهم نمود. این را هم تمام عمرای ایران می دانستند و به همین جهت حاکم مشهد از حضور علی قلی میرزا در آن شهر حیرت و وحشت نمود و از بیم پادشاه ایران که حکام قاصر و تنبل را به شدت مجازات می نمود با سریع ترین وسیله ممکن آن نامه را به پادشاه ایران رسانی. بعد از اینکه پادشاه از خواندن نام فراغت حاصل نمود، طبق رسمی که در آن موقع اجرا می شد گفت: به پیک بگویید که آن نام جواب ندارد و پیک بعد از آن آزاد بود که بماند و استراحت کند و از خستگی بیرون بیاید یا مراجعت نماید. مسئله خروج علی قلی میرزا از سیستان و ورود به مشهد در قبال عظمتی مردی چون نادرشاه کوچک بود، اما پادشاه ایران نمی توانست تحمل کند که فرمان او را زیر پا بگذارند و برخلاف امر وی رفتار نمایند. نادر متوجه شد که علی قلی میرزا نمی توانسته بدون موافقت حکام محلی خود را به مشهد برساند، زیرا تمام حکام شهرهای خراسان می دانستند که برادرزاده نادر مغضوب است. این بود که گفت: همه خائن هستند و نان مرا می خورند و با دشمنان من می سازند و به من خیانت می کنند. یکی از رسوم تشریفات این بود که در سفرها عده‌ای از درباریان مقابل خیمه سفره‌خانه صف می‌بستند و بعد از اینکه نادرشاه وارد سفره‌خانه می‌شد و می‌نشست، آنها وارد خیمه مزبور می‌شدند و روبروی پادشاه ایران می‌ایستادند تا اینکه نادرشاه هنگام غذا خوردن تنها نباشد و بتواند صحبت کند. نادرشاه به آهستگی غذا می‌خورد و با کسانی که مقابل او ایستاده بودند صحبت می‌کرد. در سفرهای جنگی این رسم از بین می رفت و نادرشاه به تنهایی در خیمه خود صرف غذا می نمود.
در آن شب وقتی نادرشاه از خیمه خارج شد تا به سفره‌خانه برود، درباری ها دیدن که قیافه پادشاه ایران گرفته است و به وحشت در آمدند. نادرشاه یک سردار جنگی بزرگ بود، اما از دیپلماسی سررشته‌ای نداشت و نمی توانست که ظاهر سازی کند و کسانی که در پیرامونش بودند و وی را می شناختند می توانستند از قیافه اش پی به موضوع او ببرند. چون اثر افکار نادر روی قیافه اش نقش می بست و درباریان وقتی او را می دیدن می فهمیدن که آیا خشمگین است یا نشاط دارد. در آن شب همین که درباریان قیافه نادر را هنگام خروج از خیمه دیدن لرزیدن، زیرا مشاهده نمودن که پادشاه ایران خشمگین می باشد. و از 4 سال قبل از آن تاریخ هر دفعه که نادرشاه خشمگین می شد عده‌ای به قتل می رسیدند. نادر بدون اعتنا به درباریان و مثل اینکه آنها را ندیده وارد سفره خانه شد و کنار سفره گسترده بر زمین نشست. درباریان به موجب تشریفات و بر حسب وظیفه آهسته وارد خیمه سفره‌خانه شدند و مقابل نادر دست‌ها بر سینه ایستادند. از 4 نفر که گفتیم برای قتل نادر با علی قلی میرزا هم دست شدند، 3 نفرشان که صالح بیک افشار و محمد بیک قاجار ایروانی و موسی بیک افشار باشند در خیمه سفره‌خانه حضور داشتند، ولی قوچه بیک نبود چون که شیک داشت و نمی توانست در آن خیمه حضور به هم برساند. چند لحظه در آن خیمه سکوت برقرار شد و نادرشاه دست به قضا برد، اما لقمه‌ای در دهان نگذاشت و یک مرتبه خطاب به کسانی که مقابلش ایستاده بودند گفت: ای نابکاران خائن، من سزای شما را فردا صبح در کف دستتان خواهم گذاشت. هیچ کس جرأت نکرد که از شاه بپرسد به چه مناسبت او را خائن می داند و کسی جرأت نکرد که چشمهای نادرشاه را بنگرد و همه سرها را پایین انداختند. وحشتی مخوف بر محمد بیک و موسی بیک و صالح بیک مستولی شد و آنها تصور کردند که نادرشاه به توطئه آنان با علی قلی میرزا پی برده است. هر 3 می دانستند که نادرشاه خائنین را طوری مجازات می کند که متهورترین مردان را مرتعش می نماید. پادشاه ایران امرای خیانتکار را به 3 نوع مجازات می نمود. یکی اینکه امیر خائن را زنده می سوزانید و دیگر اینکه می گفت وی را شمع آدین کنند و 3 اینکه وی را در یک قفس آهنی کوچک جا دهند و آن قفس را از شاخ درختی می آویختند و هر روز یک قطعه نان و چند جرعه آب به او می دادند تا اینکه از خستگی و بی حرکت بودن اعضای بدن و آلودگی بمیرد. نادرشاه افشار می دانست که در یک حکومت استبدادی و مطلق چون حکومت او، قدرت حکومت متکی بر یک چیز می باشد و آن هم ترس است. در یک جامعه دموکراسی که حکومت از ملت می باشد، قدرت حکومت بر مبنای تقوای سیاسی ملت قرار دارد، ولی در حکومت‌های مطلق فقط ترس است که قدرت حکومت را حفظ می‌کند و مانع از این می‌شود که مردم به فکر سرپیچی و طغیان بیفتند.
نادرشاه با مجازات های شدید توانسته بود طوری خوف خود را در دلها جا بدهد که وقتی حکم او به دور افتاده ترین نقاط کشور وسیعش می رسید حکام و امرا بدون چون و چرا اجرا می کردند و می دانستند که اگر تمرد کنند نابود خواهند شد. نادرشاه در آن شب طوری خشمگین بود که نمی توانست لقمه غذا در دهان بگذارد و خطاب به کسانی که مقابلش ایستاده بودند گفت: اگر تا فردا این علی قلی میرزا پیدا شد که از تقصیر خائنین می گذرم وگرنه به تاج سلطنت خود سوگند یاد می کنم که چشم تمام خائنین از جمله شما را بیرون خواهم آورد، زیرا حس می کنم که شما هم مثل دیگران خائن هستید و منتظر فرصت می باشید که به من خیانت کنید. محمد بیک و موسی بیک و صالح بیک نفسی به راحتی کشیدند چون فهمیدند که نادرشاه به توطئه آنها پی نبرده و فقط از ناپدید شدن علی قلی میرزا خشمگین است. در بین سلاطینی که تا زمان نادرشاه بر ایران سلطنت کردند هیچ کس به اندازه نادرشاه قائل به ارزش به قول پادشاه نبوده است. آن مرد بزرگ می دانست که قدرت و حاکمیت سلاطین برخلاف استنباط لویی چهاردهم پادشاه فرانسه فقط وابسته به توپ های آنان نیست، بلکه اگر پادشاه بر سر قول خود بایستد و همه بدانند که حرفش دوتا نمی شود خیلی برای تأیید قدرت و حاکمیت وی مؤثر است. از روزی که نادرشاه تاج سلطنت بر سر نهاد تا آن شب که در خیمه سفره‌خانه با درباریان صحبت می کرد کسی ندیده بود که حرف نادر دوتا شود. به همین جهت درباریانی که در آن شب در خیمه سفره‌خانه حضور داشتند دانستند که چشم آنها و درباریان دیگر در گرو پیدا شدن علی قلی میرزا است و اگر برادرزاده نادر پیدا شود دیدگان خود را حفظ خواهند کرد وگرنه فردا یا پس فردا نابینا خواهند شد. نادرشاه در آن شب نتوانست غذای کافی بخورد و بعد از صرف چند لقمه از غذا قهوه خواست و پس از نوشیدن قهوه از سفره برخاست و به خیمه خود رفت. دنیای کتاب صوتی.